در دل شب آواز قورباغه ها به گوش می رسد، اما ما نه در باغ وحشیم و نه در یک مرکز پژوهش قورباغه ها، بلکه در حیات پشتی خانه سوزان و دن گوتلیب، دو فعال محیط زیست و علاقمند به حیات وحش در شهر بیورلی هیلز در ایالت کالیفرنیا هستیم. سوزان گوتلیب که سالهاست به پرندگان علاقه دارد، سرگرم تماشای یکی از کمیابترین گونه های پرنده است که می توان در اینجا یافت. او سالها پیش تغییر حیات پشتی یک هکتاری خانه خود را آغاز کرد. هدف اصلی سوزان صرفه‌جویی در آب بود که برای این کار از گیاهان غیربومی که زیاد نیاز به آب ندارند و در برابر خشکسالی مقاوم هستند استفاده کرد. طبیعتاً گیاهان بومی که سوزان در باغ خود استفاده کرده بر جذابیت حیات وحش بومی آن افسوده است و همین امر منجر به صدور گواهینامه حیات وحش بومی از جانب فدراسیون ملی حیات وحش آمریکا برای حیات پشتی خانه سوزان شد. این کار برای من تبدیل به ماموریتی شد تا حرف گیاهان بومی رو به میون بیارم و گونه ای از حیات وحش رو طراحی کنم، چون این کار راه تغییر رو باز می کرد. ممکنه عده زیادی مفهوم گیاهان بومی رو درک نکنن، ولی حیات وحش رو می شناسن و بهش علاقه دارن. امروز باغ سوزان بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری شامل آهوی کوهی، گربه، جغد، حشرات و پرندگان بسیاری رو در خود جای داده است. I look at these plants and this wildlife as our heritage. من به این گیاها نگاه می کنم و این حیات وحشی که میراث ماست. انگیزه من برای درست کردن این باغ حفظ میراث طبیعی کالیفرنیا بوده. امیدوارم این میراث رو از بین نبریم، چون حفظ این تنوع برای زندگی ضروریه. خانواده گوتلیب علاوه بر حفظ محیط زیست به عکاسی از حیات وحش هم علاقه دارد و ترکیب این دو مقوله باعث شد تا گالری جیدو را در شهر ونیز ایالت کالیفرنیا تأسیس کند. گالری که در آن تنها عکس‌های گرفته شده از طبیعت به چشم می‌خورد و تمام درآمد حاصل از آن به سازمان‌های حفاظت از محیط زیست تعلق می‌گیرد. در حال حاضر در گالری جیدو نمایشگاهی برپا شده که کارهای اعضای لیگ بین‌المللی عکاسان حافظ منابع طبیعی مانند فلوریان شولتز، جک دایکینگا، میشل وست مورلند و رابرت گلنکچام را به نمایش گذاشته است. گالری جیدو اخیراً جشن دو سالگی خود را با گرد آوردن تمامی اعضا در کنار عکاسانی مانند مایک کرول که در این نمایشگاه سهیم شده برگزار کرد. در میان رشد جمعیت و تخریب زیستگاه‌ها و آلودگی‌هایی که ما در سراسر جهان ایجاد کردیم، هر روز گرفتاری بیشتری برای حیات وحش درست می‌کنیم. من به این دلیل دست به این کار زدم، چون حیات وحش صدایی نداره که اهمیت و ارزش خودش رو در این دنیا به ما بشناسونه. کارل ریچاردز هم عکاس دیگری است که در این نمایشگاه مشارکت دارد. The hope is by showing people what really exists out there. امید اینه که به مردم نشون داده بشه چه چیزی موجوده تا اونا بیشتر قدرشو بدونن. خانواده گوتلیب هم همین باور رو دارند. ما حافظان طبیعتیم، ولی من فکر میکردم که به راحتی چک میکشیم و این کارا رو نمی کنیم. به علاوه به مردم هم آموزش میده. همه این دلایل باعث شد به این تلاش ها دست زدیم، چون به جای اینکه تنها پول بدیم، از این راه با مردم بیشتری آشنا شدیم. در حالی که مشکلات محیط زیست و حیات وحش ممکن است بسیار بزرگ به نظر برسد، اما سوزان گوتلیب برای کاستن از آنها پیشنهادی دارد. ما در شروع از عبارت اندیشه جهانی استفاده کردیم و در محله خودمون مشغول به کار شدیم و اگه شما هم در همین مسیر فکر کنید، واقعا مفیده. مشکلات واقعا بزرگه، اما نگاه کنید، من یه نفری یه همچین کاری کردم و حالا گونه های مختلفی از پرنده ها اینجا هستن که زندگیشون به این باغ وابسته است. همه ما میتونیم یه همچین کارایی بکنیم و فرقی نمیکنه در کجا باشیم. هر کاری بکنیم به توسعه این موقعیت کمک میکنه و بنابراین نیازی نیست فعالیت هامون حتما بزرگ باشه. علاوه بر اینها گالری جیدو متعلق به خانواده گوتلیب تا کنون 50,000 دلار به سازمان‌های حفاظت از محیط زیست کمک کرده است، کاری که ممکن است تأثیرات آن برای دیدار کنندگان از این گالری بهایی نداشته باشد.